میخوایم 0 تا 100 این پلان گرافیکی رو داخل پاورپوینت با هم دیگه یاد بگیریم. اگر تا الان از نرم افزارهای مختلفی برای گرافیکی کردن پلانتون استفاده میکردین، توی این آموزش میخوایم با هم یاد بگیریم که چطور میتونیم با استفاده از پاورپوینت یک پلان خام رو به یک پلان گرافیکی تبدیل بکنیم. من زینب برومند هستم، مدرس نرم افزار پاورپوینت گروه فیدار. با من همراه باشید. اول از همه پلان مورد نظرم رو وارد صفحه کارم کردم. بعد میام از تب اینسرت شیپ رو انتخاب میکنم و به اندازه این کف پلانم یک مستطیل رسم میکنم. اوتلاینش رو برمیدارم. حالا میام روش کلیک راست میکنم، فرمت شیپ رو انتخاب میکنم، از قسمت فیل پیکچر اور تکسچر فیل رو انتخاب میکنم تا بتونم تکسچر مورد نظرم رو بهش بدم به این صورت. حالا توی این قسمت شما میتونید کارتون رو اسکیلش رو تغییر بدید. برای این کار باید بیاید از این قسمت تیک گزینه تایل پیکچر از تکسچر رو انتخاب بکنید و از این قسمت میتونید بیاید اسکیل X و Y رو تغییر بدید. من برای این کار اسکیل X رو روی 12% و اسکیل Y رو روی 35% گذاشتم. حالا همونطوری که میبینید این کار روی این قسمت درها و دیوارها رو پوشونده. برای اینکه من این رو به پشت کار ببرم لازمه که این پلان اصلیم رو ترانسپرنت بکنم. میام روش دوبار کلیک میکنم روی پلان اصلی، کالر رو انتخاب میکنم، از این قسمت پایین سه ترانسپرنت کالر رو میزنم، یک بار روی زمینه کارم کلیک میکنم. حالا میام تکسچری که انتخاب کرده بودم رو دوباره سر جای خودش قرار میدم، کلیک راست میکنم و سند تو بک رو میزنم. همونطوری که میبینید این در قسمت پشتی کارم قرار گرفته و همه چیز سر جای خودش قرار داره. توی قسمت بعدی میخوام بیام و کف پوش قسمت‌های مختلف رو از همدیگه جدا بکنم. مثل کاری که الان انجام دادیم میام دوباره این قسمت رو مشخص میکنم، اوتلاین رو برمیدارم، دوباره میام و از این قسمت تکسچر مورد نظرم رو براش انتخاب میکنم، دوباره اسکیلش رو تنظیم میکنم. از این قسمت من برای این تکسچر برای X 60% و برای Y 45% رو در نظر گرفتم. حالا میام یک بار روی پلانم کلیک میکنم، کلیک راست میکنم، Bring to Front رو انتخاب میکنم تا این تکسچر هم در لایه زیر این دیوارها قرار بگیره و این پلان اصلی شما در واقع باید لایه روی باشه همیشه. تو مرحله بعد میام قسمت اتاق رو مشخص میکنم با یک کف پوش متفاوت، این رو روتیت میکنم تا هم جهت بشه با پارکتی که توی قسمت قبلی در نظر گرفتیم. اندازش رو تنظیم میکنم، مقیاسش رو تنظیم میکنم، X رو روی 14% و Y رو روی 16% میذارم. یک بار دیگه روی پلان اصلی کلیک میکنم، کلیک راست میکنم، Bring to Front رو میزنم. توی مرحله بعدی میخوایم که آبجکت ها رو وارد بکنیم. من چون یک بار این نمونه رو قبلا درست کردم، آبجکت ها رو کپی می کنم تا زمان کمتری گرفته بشه. تمامی این آبجکت ها عکس های پی ان جی هستن که شما میتونید داخل کانال تلگرام بهشون دسترسی داشته باشین و از اونجا دریافت کنید. برای اینکه کارتون جذاب تر بشه میتونید نوری که از پنجره ها وارد میشه رو هم اینجا مشخص بکنید. برای این کار من میام از قسمت اینسرت و شیپ یک متوازی الاضلاع انتخاب میکنم، با نگه داشتن کلید شیفت یک متوازی الاضلاع اینجا ترسیم میکنم. اندازش رو حالا به دلخواه خودتون میتونید اینجا تغییر بدید. اوتلاینش رو برمیدارم. برای تنظیم رنگ میام از قسمت فیل گرادینت فیل رو انتخاب میکنم، به این قسمت پایین میرم و اینجا تنظیماتم رو انجام میدم. من اینجا از دو تا استاب استفاده کردم، روی یکیش کلیک میکنم و حذفش میکنم.
برای تنظیم هر کدوم از این گزینه‌ها شما بعد روی خودش کلیک بکنید و بعد تنظیمات مربوط به هر کدوم رو انجام میدید. من اول رنگش رو انتخاب میکنم، از این قسمت یک رنگ گلد براش انتخاب میکنم و میام اینجا تنظیمات مربوط به هر کدوم رو انجام میدم. برای پوزیشن من 30% رو انتخاب میکنم، ترانسپرنت رو روی 60% میذارم و برایتنس رو هم روی 60% نگه میدارم. روی استاپ دوم کلیک میکنم که رنگ سفید هست، پوزیشن رو روی 100%، ترانسپرنت رو روی 90% تنظیم میکنم و برایتنس هم روی 0 باشه. من اینجا تنظیمات رنگی رو انجام دادم. حالا برای اینکه این خط مرز کار ما و خط اون شیپی که کشیدیم مشخص نباشه و بلر بشه توی کارمون، میام از قسمت افکت سافت ایج رو انتخاب میکنیم و اینجا سایزش رو روی 14 تنظیم میکنم. همونطوری که میبینید اینجا این خط مرز اون شیپی که کشیدین براتون حذف میشه. این رو میام اندازش رو تنظیم میکنم به اندازه عرض پنجره‌ای که دارم بشه به این صورت. حالا با استفاده از کنترل دی یه کپی از این میگیرم و یه دونه هم برای پنجره این قسمت قرار میدم. توی مرحله آخر میخوایم برای قسمت دیوارهامون هچ بذاریم که نوع متریال داخل رو هم نمایش بده. میام از قسمت insert shape free transformer رو اندفعه انتخاب میکنم و به اندازه این دیوارها شروع میکنم دور تا دور اینها رو کشیدن. برای اینکه خط صاف بکشم کلید شیفت رو نگه میدارم و شروع میکنم دور تا دور این قسمت دیوارها رو خط کشیدن. حالا همه یه قسمت ها رو سلکت میکنیم، اوتلاینش رو بر میداریم. برای اینکه این قسمت ها رو اگر جدا کشیدید میتونید متصل کنید به شیپی که این قسمت قرار داره. بیاید روی هر دوتا با کمک کلید شیفت کلیک بکنید، بعد بیاید از قسمت فرمت شیپ مرج شیپ یونیون رو انتخاب بکنید تا این دوتا تبدیل به یک شیپ بشن. این قسمت هم میتونید همین کار رو براش انجام بدید. حالا میایم از قسمت فیل، این بار پترن فیل رو انتخاب میکنیم. توی این قسمت همونطور که میبینید پترن های مختلفی براتون قرار داده شده که میتونید رنگ فورگراند و بکگراند هر کدوم رو هم به دلخواه خودتون تغییر بدید. مثلا من اگر اینجا این رو انتخاب بکنم میتونم بیام رنگش رو عوض بکنم و یک رنگ بکگراند دیگه هم براش انتخاب بکنم برای اینکه شما ببینید به این صورت. حالا من میام برای این کار یک هش در نظر میگیرم با رنگ مشکی و بکگراند سفید. این قسمت هم همینطور. دوباره پترن فیل رو میزنم، این هش رو انتخاب میکنم، رنگ مشکی و زمینه سفید. به این صورت شما میتونید نوع متریال داخل دیوارهاتون رو هم نشون بدید. در انتها برای خروجی گرفتن از کارتون به قسمت فایل میرین، سیو از رو انتخاب میکنین، محلی که قراره کارتون رو ذخیره کنید انتخاب میکنین، یک اسم براش میذارید و بعد من چون میخوام خروجی عکس بگیرم از کارم میام اینجا JPEG رو انتخاب میکنم و سیو رو میزنم و این رو ذخیره میکنم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین.